آدینه اول اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی برابر است با 21 ماه آوریل 2017 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من و همکار خوبم آقای سپهر رو بپذیرید. امروز بعد از مدت ها که فرصت نشده بود در خدمت آقای دکتر عباس میلانی باشیم، به خاطر اینکه مسافرت بودن و همچنین محدود بودن وقت برنامه به هفته یک بار، فرصت دست داده که در خدمتشون باشم و سعی میکنم که بیشتر وقت برنامه رو بنشینم پای صحبتهای خوب ایشون و میدونم این خواسته شما بیننده عزیز هم هست. عرض کنم هفته قبل یکی از نشریات خوبی رو که در لس آنجلس یا میتونم بگم در امریکا منتشر میشه، مجله رهاورد یا فصلنامه رهاورد رو حضورتون معرفی کردم آخرین شمارش رو. امروز هم این نشریه خوب توشه رو که به همت ناصر فرخ دوست عزیز و با سردبیری بسیار بسیار خوب و عرض کنم نویسندگان درجه یکی که درش مشغول کار هستن، خانم سعیدی سیرجانی سردبیر این نشریه هستند و توصیه میکنم واقعا مطالعه اون رو و حمایت از اون. شماره 28 مربوط به زمستان 1395 با روی جلد خیلی زیبا منتشر شده. اما صحبت ها در مورد مسائل روز در امریکا فراوان هست. امروز طی صحبت با آقای دکتر میلانی راجب مسائل روز امریکا صحبت خواهم کرد، راجب انتخابات در ایران صحبت خواهم کرد و همچنین در مورد فعالیت های فوق العاده مفید و ارزنده ای که در شمال کالیفرنیا هموطنانمون انجام میدن. آقای دکتر میلانی به هر صورت سهمی در تمام این فعالیت ها دارند و واقعا من یکی نمیدونم به چه صورت باید از ایشون سپاسگزار باشیم. فعالیت‌هایی رو که یکی از شخصیت‌های برجسته کشورمون خانم حریری برای دادن بورس به جوانان در پیش گرفتن و همچنین فعالیت‌های فرهنگی دیگر رو که راجبش صحبت خواهم کرد. راجب مسئله انتخابات ایران همونطور که عرض کردم، راجب سیاست‌های خارجی آقای دونالد ترامپ و سایر مسائل. خب وقت بسیار محدوده، اجازه میخوام که مستقیم بریم و صحبتمون رو با آقای دکتر عباس میلانی شروع بکنیم. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه مژده دادم و میدونم که چقدر شما عزیزان علاقمند هستید که با سخنان بسیار بسیار آموزنده پر از اطلاع و جالب آقای دکتر عباس میلانی بنشینید، امروز بعد از مدت‌ها با توجه به محدودیت وقت برنامه که هفته یک ساعت بیشتر نیست، کمتر از یک ساعت بیشتر نیست، امروز این فرصت دست داده که آقای دکتر که مسافرت بودند و با گرفتاری‌های زیادی که دارند و محبت بسیار زیادی که نسبت به این برنامه دارند در خدمتشون باشم. از راه دور خدمتشون سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه آقای دکتر. سلام به شما قربان، خیلی متشکر از معرفی مثل همیشه پرمهرتون و سلام به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران و جهان که به برنامه شما توجه میکنه. سپاسگزارم. آقای دکتر، سالیان سال پیش، شاید فکر میکنم بیشتر از 10 سال باشه یا شاید هم بیشتر، که یک فعالیتی رو ما شاهد بودیم در شمال کالیفرنیا، اگر اشتباه نکنم خانم حریری پیش قدم شدن و شما که مثل همیشه در این گونه امور واقعا فرهنگی و خیر پیش قدم هستید و کمک میکنید، با همکاری که با ایشون کردید و دیگرانی که آمدن همکاری کردن، این ایرانیان اسکالرشپ فاندیشن رو بنا گذاشتید که واقعا در طی این مدت کاری که کرده کارستان بوده. مثل اینکه این روزها مصادف هست با همون سالگرد انتخاب کسانی که میتونن از این بورسی رو که
اونجا در نظر گرفته شده استفاده بکنن. قبل از اینکه ما بپردازیم به مسائل دیگر روز، میخواستم ازتون استدعا بکنم که توضیحی بفرمایید راجع به فعالیت‌هایی که اخیراً انجام شده در این بنیاد و همچنین تعداد کسانی که فارغ التحصیل شدن، و میدونم شما چقدر هر بار راجع به این فارغ التحصیلان صحبت میکنید خوشحال هستید و با یک شوق و شعفی راجع به این موضوع صحبت میکنید. خوشحال میشیم که راجع به صحبت بفرمایید. قربون شما. اولا من واقعا نقشم در این ماجرا نقش بسیار فرعی است. خانم حریری همونطوری که فرمودید آغازگر این کار بودند و بعد دوستان دیگری در جامعه ایرانی در کالیفرنیا و بعد از خارج کالیفرنیا پیوستند. در سال اولی که این بورس را افتاد و من از همون سال اول من این بخت رو داشتم که جزء هیئت انتخاب کننده دانشجو بودم. فکر میکنم $4,000 بودجه داشتیم، امسال نزدیک $400,000 ما بورس دادیم. سال در واقع تحصیلی قدیم هم دانشجویانی که تونسته بودن نمراتشون رو نگه دارن، برای اینکه اگر بورس رو دریافت بکنید و سال چهارم میتونید تمدیدش بکنید، هر سال مشروط به این که نمراتون رو در حد 3.5 از 4 از سیستم 4 آمریکا حفظ بکنید. الان بالای 230 دانشجو از این بورس استفاده کردن در این 10 سال. بعضیشون الان جراح مغز هستن، بعضیشون الان وکیل دعاوی هستن، بعضیشون الان صاحبان شرکت های خیلی موفق هستن. یکی از اولین دریافت کنندگان این بورس الان یه شرکت بسیار موفق اقتصادی زده. برای اینکه واقعا اینا همونطوری که شما گفتید، هر وقت من پرونده ها رو میخونم در کنار اعضای دیگر، کیف میکنم که جامعه ایران یک چنین دانشجویان نخبه‌ای داره. و بعد در این حال آدم در خیلی از این پرونده ها میبینه که بعضی از این دانشجویان با چه دشواری هایی دست و پنجه نرم میکنن، با مسائل اقتصادی واقعا عمیقی دست و پنجه نرم میکنن. و خوشبختانه خانم حریری و دیگر دوستان این همت رو کردن، گفتن اگر ما دانشجویی پیدا بکنیم که واجد این شرایط باشه، شرایطش هم الان میگم، ما سعی میکنیم کمک میکنیم که مسائل اقتصادیش حداقل کمتر بشه و بتونه اون استعداد خودش رو بالفعل بکنه. 4 شرط داره. باید ایرانی الاصل باشید، یعنی یکی از پدر مادرتون حداقل ایرانی باشه. باید به فرهنگ ایران و زبان ایران نشون داده باشید که علاقمند هستید. باید نیاز مالی داشته باشید و باید در یک دانشگاه 4 ساله در آمریکا قبول شده باشید و باید معدلتون بالای 3.5 باشه. و اگر تازه دارید وارد دانشگاه میشید، اون SAT اگزامتون هم یک حداقلی هست. اینا همه تو اون سایتی که ما برای این درست کردیم اسم ISF Iranian Scholarship Foundation، اونجا اگر تشریف ببرید هم کل این جزئیات هست و هم پروسه تقاضا هست. همونطور که فرمودید الان داره دور جدید، فرصت برای دور جدید بورس ها فرا میرسه و من واقعا از همه دوستانی که به این برنامه توجه دارن استدعا میکنم، اگه دانشجوی میشناسید که واجد این شرایط هست و ما به همه این شرایط به دقت توجه میکنیم، مسئله مالی رو به دقت دنبال میکنیم که واقعا دانشجویانی که نیاز مالی دارن این بورس رو دریافت بکنن، تا $10,000 هر سال بورس بدون ضرورت بازپرداختش هست. تنها بازپرداختش اینه که بعد اینکه فارغ التحصیل میشید، اگر رغبتی داشتید شما هم به دانشجویان نسل بعد کمک بکنید. و الان ما دانشجویان دورهای اول، دوم، سوم بورسمون واقعا کمک میکنن. سن سال قبل که ما برنامه برای جمع‌آوری کمک از جامعه تشکیل دادیم، بخش اعظم کارش رو همین دانشجو انجام دادن. میان کمک میکنن، برنامه اجرا میکنن، موسیقی میزنن، تجربیات زندگی خودشون میگن. خلاصه واقعا کمک به اون دوستانتون، اون جوانها، دخترها، پسرها، هیچ ما ملاک نه مذهبی داریم، نه ملاک جنسیتی داریم، نه ملاک قومی داریم، فقط
استعداد، نیاز و قبول شدن در دانشگاه و لطف کنید بگید. و به من هم لازم نیست کسی ایمیل بنویسه، من معمولا بعد از اینکه شما لطف میکنید اجازه میدید ما در این برنامه در موردش صحبت بکنیم، تعدادی ایمیل به من میفرستن، من البته همه رو سعی میکنم جواب بدم، ولی من مسئول اون کار نیستم. باید برید به ISF از طریق اونجا اقدام بکنید. و این قول رو هم من واقعا میدم که در این 12 سالی که من درگیرش بودم یک نفر با توصیه بورس نگرفته. اگر کسی سعی کنه توصیه بکنه اون دانشجو رو اصلا ما رد صلاحیت میکنیم، برای اینکه فکر میکنیم باید این کاملا بر اساس استحقاق باشه و بر اساس استعداد باشه و هیچ نوع توصیه‌ای، هیچ نوع پارتی بازی تا اونجایی که من میدونم ضرس قاطع میتونم بگم وجود نداشته. واقعا بر اساس پرونده ها بوده و یه گروه 5-6 نفری هستن. خانم دکتر خندان یکی از واقعا حاضرترین طبیبان ایرانی هستن که از تکساس میان و من میبینم با چه مهر و علاقه این پرونده ها رو میخونن. بعضی از دانشجویان ما رو میبرن در اونجا، اون اندرسن سنتر یکی از مهمترین دانش مراکز سرطان جهانه و دانشجویانی که میخوان به طب در آینده بخونن و بورس میگیرن، ایشون این فرصت رو براشون گاهی ایجاد میکنن که حتی برن اونجا اینترنشیپ بگیرن. جاهای دیگه دوستان کمک میکنن اینها اینترنشیپ بگیرن. خلاصه یه فرصتیست برای بهترین دانشجویان ما که حداقل برای 4 سال این کمکی بهشون بشه. همین خاطر خواهش میکنم اگه دانشجوی واجد این شرایط میدونید بگید برن به این سایت و تقاضاشون رو برن. آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم. اگه اجازه بدید منم روی تجربه‌ای که تو این 12 ساله با صحبتایی که با جناب عالی داشتم یه چیزایی رو تاکید بذارم روش. همونطور که شما فرمودید بارها شده بعد از اینکه جناب عالی صحبت کردید در برنامه یه عده از دوستان با من تماس گرفتن، به هیچ وجه ملل وجوه اگر اون شرایطی رو که آقای دکتر میلانی عنوان کردن یک نفر نداشته باشه بهتره که نیاد و وقت دیگران هم نگیره، برای اینکه تمام اون شرایط به شدت رعایت میشه. و یکی از زیبایی های این کارم همین بوده که توی اون چارچوب این قضیه باقی بمونه. آقای دکتر میلانی یه سوالی که اشارتون به ام دی اندرسن در تگزاس بود، تو هوستون تگزاس بله. که یکی از بزرگترین مراکزیست و واقعا اونجا رفتن اونجا خودش یه شرح مفصلی داره. بله. سوالی که ازتون داشتم، آیا این تعداد افرادی که فارغ التحصیل شدن با استفاده از این بورس اکثرا در امریکا موندن یا به اروپا رفتن یا تعدادشون به ایران برگشتن؟ من درصد دقیقش رو نمیدونم، بعضیا میدونم به ایران برگشتن، اکثر در امریکا هستن. متاسفانه ما امکان از لحاظ قانونی امکان دادن بورس به کسی خارج از آمریکا نداریم، برای اینکه این یه شرکت غیر یه بنیاد غیر انتفاعی است. و در ضمن این رو هم بگم که یک بنیاد غیر انتفاعی است که 100% پول کسانی که کمک میکنن به این بنیاد 100%ش میره به دانشجویان، یعنی هیچ هزینه دفتری و اینا ازش کم نمیشه، صفر. ما حتی جلساتی که برای تعیین مثلا بورس دریافت کنندگان بورس تشکیل میدیم همه رو خانم حریری خودشون تقبل میکنن، مهمونی های دیگر رو خودشون تقبل میکنن، خیلی از مسائل رو خودشون خارج از در واقع بودجه تامین میکنن، برای اینکه ما بتونیم به صراحت به تأکید به صداقت بگیم که 100% پولی که هر کسی میده میره به خرج دانشجویان. و به خاطر همین هم هست که الان ما تعداد بورسایی که میتونیم بدیم خیلی بیشتر شده، برای اینکه هر روز واقعا افراد مختلف از ایالتهای مختلف متوجه میشن که این چه کار نیک لازمی است و میدونن که نه پولی از اون در واقع هیچ کسی که کار میکنه پولی از این دریافت میکنه و نه خرج اداری داره، نه دفتر داره، نه دستک داره. و تو بنیادهای خیریه کمتر بنیادی من میشناسم که 100% پول بره به اون مصرف. خیلی از بنیادها حتما میدونید 30-40% مخارجشون مخارج اداری است، اونجا 100% میره به
دانشجویان. آقای دکتر میلانی خیلی ممنونم، بازم در فرصت کوتاهی هست خواستم قبل از اینکه بپردازم به سوالای مربوط به مسائل روز سوال بکنم راجع به فعالیت‌های مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، باز با همت جناب عالی، و رویدادهای همین اخیرتون و برنامه‌هایی که برای چند وقت آینده در نظر دارید. ما دیشب یه برنامه بسیار بسیار جالب داشتیم، خانم بهیه نخجوانی که به گمان من بهترین نویسنده ایرانی الاصل رمان نویسی هستن که به زبان انگلیسی می‌نویسن، یعنی واقعا 4 تا رمان از ایشون چاپ شده و من خوندم، یکی از یکی درخشانتره، یکیش اولیش سدل بگ بود، اینا به فارسی ترجمه نشده، دومی پیپر بود، کاغذ بود، سومی زنی که زیاد میخواند که در واقع یک رمان بیوگرافیک در مورد زندگی قرة‌العین بود، آخرین کارشون یک کار بسیار زیبای طنزیه به اسم Us and Them، ما و اونها، در مورد خلقیات ما ایرانی ها در مهاجرت، یعنی همونطوری که جمالزاده خلقیات ما ایرانی ها رو 100 سال پیش شاید بیشتر نوشت، این یک کاری به انگلیسی است در مورد خلقیات ما ایرانیان مهاجر، بسیار طنز زیبایی داره، بسیار نثر زیبایی داره، و خانم نخجوانی میدونم همین امشب یا فردا در لس آنجلس هم، یعنی نه امشب یا فردا، همین هفته فکر میکنم در تاریخ دقیقش نمیدونم، در لس آنجلس هم برحال برنامه دارم، بعدم میرن واشنگتن در کنگره سخنرانی دارن در مورد همین کتاب. خلاص خیلی برنامه جالبی بود، ایشون سخنران بسیار بسیار خوبی هم هستن. هفته دیگه هم یک سخنرانی ما داریم از کانادا که دارن در مورد کتاب جدیدشون که در واقع نقد آثار نویسندگان زن ایرانی است و تجربه اونها در مورد مهاجرت هست. 2 هفته بعدش بحثی داریم در مورد صندوق بین‌المللی پول و اقتصاد ایران و آینده روابطش با ایران. اینا برنامه هاییست که در این 2-3 هفته آینده خواهیم داشت. آقای دکتر تمام اینا بعداً توی سایت مرکز میاد؟ بله، همه اینا تو سایت مرکز میره. سخنرانی خانم نخجوانی فکر کنم هفته دیگه خواهد رفت. هفته قبل دوباره یه صحبت بسیار بسیار مهم میداشتیم به گمان من و بسیار جالب، آقای به اسم پرورنده، ایشون یکی از ایرانی های بسیار موفق سیلیکون ولی هستن، مدیر فنی یکی از بزرگترین شرکت های سیلیکون ولی بودن. ایشون تصمیم گرفتن که شاید به نظر من برای اولین بار به شیوه بسیار دقیق علمی با کمک یه تیم بسیار حرفه‌ای آمار دقیق سهم ایرانی ها در اقتصاد و معرفت و علم و اداره آمریکا رو پیدا کنن. یه پروژه‌ای را انداختن به اسم IACP Iranian American Contribution Project و دارن با استفاده از واقعا جدیدترین سیستم های جمع‌آوری اطلاعات، یعنی به اصطلاح فنیشون data mining به قول خودشون، دارن سعی میکنند لیست، نه لیست شخصی بلکه شماره تمام ایرانی هایی که در آمریکا هستن، تمام اطباء، تمام استادا، تمام کارمندا، معلما، روانپزشکا، روانشناسا، پلیس ها، تعداد افرادی که در استخدام اینا هستن، کمکی که اینا دارن به اقتصاد آمریکا میکنن، شرکت هایی که ساختن، ارقامی که تازه شروع کردن بهش رسیدن واقعا شگفت انگیزه، مثلا 9000 تا دکتر پیدا کردن، در دکتر ایرانی در آمریکا، 4000 پتنت از طرف ایرانی ها در 20 سال اخیر ثبت شده، مثلا تعداد پتنت های آمارشون نشون میدادن واقعا غرورآفرینه، ولی دارن این کار انجام میدن به یه شیوه بسیار بسیار میگم بکر و دقیق، یعنی یه لیست 200,000 نفری از اسامی اول و فامیلی که به اغلب احتمال ایرانی هستن پیدا کردن از طریق کامپیوتر،
و تستش کردن، بعد دارن همین طریق دیتا ماینینگ میرن در این سیستم های اطلاعاتی، مثلا تمام یه مرکزی از تمام اطبای آمریکا رو داره، از اون دارن در میارن که چند تا طبیب ایرانی است، از اون طریق دارن در میارن که مثلا این طبیب چند تا کارمند داره، چند تا مریض دیده، چند تا عمل کرده، و بعد به کمک یکی از بهترین اقتصاددانای ایرانی که در آمریکا هست و مقام بسیار مهمی داره در یکی از بزرگترین شرکت ها، دارن سعی میکنن این ارقام رو اون وقت بهش یک ارزش اقتصادی بدن. یعنی من فکر میکنم در ظرف یکی دو سال آینده، شاید یه سال آینده، ما برای اولین بار به دقت بدونیم که در آمریکا چند تا پلیس ایرانی هست، چند تا مغازه ایرانی هست، چند تا ثروتمند سرمایه‌دار ایرانی هست، چند تا طبیب ایرانی هست، و اینها چه نقشی به در کمک به اقتصاد آمریکا کردن. و حتی اینها اونقدر بزرگ بوده که حتی آقای ترامپ که خیلی دلخوشی از خارجی ها نداره، در تبریک سال نوش که با تأخیر هم صادر شد، اونجا میگه ایرانی های آمریکایی از موفق‌ترین گروه های مهاجر بودن. سخنرانی دیشب هم به نوعی با این ربط داشت، برای اینکه خانم نخجوانی هم میگفتن که از خیلی جهات تجربه ایرانیان در مهاجرت تجربه بسیار منحصر به فردی است، و ما در این دوران پرتلاطم اگر بتونیم اینها رو دقیق صورت بندی کنیم، واقعا میشه عنوان یک راهی برای زندگی در این آینده پرتلاطم تلقی بشه. ما میتونیم این رو ارائه بکنیم، هم از این طریق خودمون رو بهتر میشناسیم، خودمون رو بهتر معرفی میکنیم، دهن اونهایی رو که حتاکی میکنن علیه مهاجرین، علیه ایرانی ها میبندیم از این طریق، و در این حال به جوامع دیگر هم میتونیم این روش ها رو، این الگوها رو برای انجام تحقیقات مشابه ارائه بکنیم. خود آقای پرورنده توصیه میکردن که اینها بعدا بتونه این کار انجام بشه. آقای پرورنده هم توی گفتم خیلی آدم موفقی است، خیلی شرکت های بزرگی، کارهای بسیار بزرگی داشته، و اومده این کار رو واقعا از سر علاقه، همونطوری که خانم حریری داره به دانشجوها کمک میکنه، ایشون هم از اون ایرانیان موفقی است که حالا تصمیم گرفته بیاد برای اولین بار به این مسئله یه جواب جدی بده. ما ارقام خیلی متفاوتی میشنویم، پراکنده. آقای دکتر خیلی پراکنده بوده، و چه ضرورت بزرگی است که واقعا چه مژده‌ای رو امروز جناب عالی اعلام کردید، برای اینکه سالهاست، حتی من زمانی که در رادیو در خدمتتون بودم، ما هرگز نتونستیم یه آمار دقیق از تعداد ایرانی ها، تعداد واقعی ایرانی ها پیدا بکنیم، که یکی از ضرورت های بسیار مهم هست برای زندگی تو این مملکت و موفقیت هایی که میتونه در پیش داشته باشه این آمار و ارقام. اونها هم یه وبسایتی درست کردن تحت عنوان همین IACP Iranian American Contribution Project. اونجا هم اگر برید در وبسایتشون همه اطلاعات رو میده. ایران تمام این کار رو از عشق به ایران و از عشق به آمریکا، برای اینکه واقعا آقای پرمنده میگفت من اینجا زندگی میکنم و دلم میخواد پسرم، نوام، نسل بعدی بدونن ما چه کردیم، بدونن ما کی هستیم، نه اغراق بکنیم، نه احساس حقارت بکنیم با یک دست پر، و دست پر از اطلاعات، نه از شایعات، نه از دلخواسته ها. با هنوز تعداد ایرانی هایی که در آمریکا هستن، ارقامی که هست بین 400 هزار تا حدودن هست تا 2 میلیون. بله، هیچ کی واقعا به قد نمیدونه که چند نفر هستن، چند تا طبیب هستن. الان تعداد طبیب ها اینا شاید برای اولین بار پیدا کردن، و بقیه مثلا در کالیفرنیا فکر کنم رقم دقیق شیادم که بالای 4000 تا وکیل ایرانی هست. بله، فقط در کالیفرنیا. دکتر، این جریانی که گفتید راجع به تعداد ایرانیان، نقش خیلی موثری داره تو امور اقتصادی،
برای اینکه حتی واسه آگهی دادن نمیدونم برای بسیاری از موارد به مجرد اینکه با یه شرکت امریکایی به یه نهاد امریکایی صحبت میکنید میگه رقم چی دارید، تعداد چند نفره، با چند نفر ما باید روبرو باشیم، و وقتی نیست این ارقام به هیچ وجه نمیشه کاری کرد. یعنی اون الان داره این ارقام جمع میشه بلد. و میدونید این دکتر تابش که در استنفورد در دانشگاه شریف تشریشن اومدن در استنفورد، الان اینجا استاد مدعو هستن، یکی از برجسته ترین استادهای ریاضی و کامپیوتر ایران بودن و هستن. ایشون یه مقداری راهنمایی فنیش رو ایشون به عهده داشته و ما حالا داریم یه جلسه دیگری میزنیم، ما این جلسه رو گذاشتیم و میگم اگر الان برید در وبسایت ما، همین الان سخنرانی آقای پرورنده هست و جزئیات این طرح رو میگه و بعضی از این ارقام و آمار رو اونجا دقیقاً میتونید ببینید و هم نوید بخش اینه که اونطوری که میفرمایید بالاخره ما با دقت اینا رو بدونیم و همون وقت ابعادش خیلی وسیع میشه. یعنی از یه طرف تبلیغاتی است که شما میگید، از یه طرفی ما اگر میریم با یه نماینده مجلس آمریکا صحبت میکنیم یا یه نفر از طرف ایرانی ها میره در کنگره صحبت میکنه، میتونیم بگیم این بنیه اقتصادی این جامعه است، این سهمی است که ما به این جامعه آمریکا دادیم، این کمکی است که ما به آمریکا کردیم، این تعداد کارآفرینی است که ما داشتیم، این تعداد استاد، این تعداد دانشجو است که ما تربیت کردیم، مریض، این تعداد عملی که انجام دادیم. یعنی و هر کدوم از اینا به هر حال یه مابعضای اقتصادی دقیق داره دیگه. بله آقای دکتر، خیلی مژده بزرگی رو امروز اعلام کردید واقعا، برای اینکه این یکی از اون مسائل خیلی مهم هست. آقای دکتر، بپردازیم به مسائل روز. مسئله شرایطی که پیش آمده و قدرت نمایی هایی رو که طی این مدت کوتاه ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ شاهد بودیم، حمله به یک عده به اصطلاح تروریست در عرض کنم حضورتون که دو جا در واقع، یکی حمله ای که شد در افغانستان با بزرگترین بمبی که امریکا در اختیار داشت و تا به حال استفاده نشده بود، حمله به یک منطقه در یک پایگاه نظامی در سوریه و این گونه مسائل مطرح بوده و زد و نقیض میشنویم از مسئولین کابینه آقای دونالد ترامپ راجع به از یک سو اینکه ایران با جریان محدودیت‌های اتمی که براش در نظر گرفته شده یا برجام داره مو به مو عمل میکنه و تخطی نکرده، از یک طرف حمله شدید به عملیاتی رو که جمهوری اسلامی داره انجام میده در کشورهای مختلف و در که بحثی است که همیشه مطرح بوده و نوعی تشر زدن و حتی تهدید. به چه صورت میبینید این رو؟ یعنی این تناقضی که بین این از یک سو در واقع نوعی تعریف و جانبداری است از کاری که جمهوری اسلامی کرده، از سوی دیگر انتقاد شدید و شاید حمله به اقدامات دیگری که انجام میده در منطقه و باعث بی‌ثباتی در اون منطقه میشه، این رو به چه صورت میشه توجیه بفرمایید؟ ببینید، خب اولا یک مثل بسیاری از موارد دیگه، تقریبا در همه موارد سیاست خارجی آقای ترامپ بعد از اینکه آمده سر کار نظرش رو عوض کرد. شاید در یکی دو مورد، الان میگم در یکی دو مورد به نظر میاد عوض نکرده، اونها هم به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته. یعنی آقای ترامپ مثلا میگفت که ما میتونیم و باید آیسیس رو از طریق بمباران شدید در به داغون بکنیم. این امول بمبینی رو که انداختن، مادر آف اول بامز بهش میگن، این امول بمبینی که اونجا انداختن بیشتر جنبه سمبولیک داشت، برای اینکه در یک منطقه انداختن یه بمبی که 16 میلیون دلار خرجش ساختش بوده، 300 میلیون دلار خرج تکاملش بوده، انداختن به نظر میاد که شهروندان رو خوشبختانه از اونجا خارج کرده بودن، افغانی ها رو، و رقمی که میگم مثلا 30-40 تا داعشی کشتن، بیشتر برای ایجاد رعب و وحشت بود. حمله به سوریه هم به نظر میاد که بیشتر جنبه
نمادین داشت دیگه، یعنی از 2 ساعت قبل به روسا گفته بودن، روسا حتما به ایرانیا گفته بودن، ایرانیا به سوریه گفته بودن، و حتی برای 24 ساعت اون پایگاه از کار نیفتاد، کمتر ظرف 24 ساعت دوباره از اونجا پرواز کردن. از این بابت که گفته ما میخواییم شدت عمل به خرج بدیم در مقابل اونها، از این جنبه محدود حرفش رو حفظ کرده، ولی گفته بود من روز اولی که بیام سر کار از اولین اقدامان پاره کردن برجام. خب بعدم بهش گفتم که برجام اصلا توافق آمریکایی نیست، شما نمیتونی پارش بکنی. گفت این بدترین قانونه. سر اون هم یه کمی تجدید نظر کرده، هنوز در جهت لغوش نرفته، و اینکه ایران داره با این در واقع تا به حال طبق الزاماتش عمل میکنه، اونم سازمان بین المللی اتمی تایید کرده. اون آمریکا که نمیتونه بگه، مثلا ما میتونه بگه، ولی خب دیگه خریداری نخواهد داشت. آمریکا سیاستش وقتی در زمینه ایران موفق بود که اروپا و چین و روسیه و هند و همه اینا رو آورد روی خط واحد، اونا الان دیگه فکر نمیکنن که رهبری آمریکا الزاماً براشون راه حلی خواهد. من فکر میکنم اروپا حتما در فکر معاملاتی است که میتونن با ایران بکنن، روسیه حتما در فکر بسته نفوذش در ایران هست. برای من به عنوان یک ایرانی یکی از نکات بسیار حساس نگران کننده دقیقا همینه. ما صحبت رد صلاحیت احمدی نژاد میشه، صحبت آمدن رئیسی آیت الله قتل عام در کاندیدا به عنوان کاندید میشه، ولی اینکه روسیه در ایران داره چیکار میکنه، روسیه که در انتخابات آمریکا دخالت کرده، روسیه که در انتخابات فرانسه داره دخالت میکنه، روسیه که در تمام اروپا داره فعالیت میکنه، در ایران داره چه میکنه؟ ما که میدونیم اینا برنامه دارن در ایران، هیچکی صحبت در مورد اون نمیکنه. هیچکی گهگاه هم بهشون پایگاه میدن، گهگاه بهشون اجازه پرواز میدن، و یک بحث جدی در سطح ملی هرگز اجازه داده نمیشه صورت بگیره. گاهی بعضی از اصلاح طلبها جرأت میکنن یک مقاله در فلان مجله بنویسن، فلان وزیر یه صحبتی بکنه که آقا روسا رو انقدر بهش اعتماد نمیشه کرد، ولی چون آقای خامنه ای ظاهرا پشت خط روسی است، کسی جرأت نمیکنه در مورد این مسئله صحبت بکنه. ولی آقای ترامپ در مورد ایران هم به نظر من نظرش رو عوض کرد و عاقلانه هم بود. من با مایک مکفال سفیر آمریکا در روسیه، سابق آمریکا در روسیه، مقاله نوشتیم در مورد همین قضیه که ترامپ در مورد ایران با چه کنه. ما دقیقا گفتیم که پاره کردن برجام انتخاب معقولی، انتخاب نه تنها معقولی نیست، حتی انتخاب ممکنی نیست، برای اینکه برجام قرارداد بین المللی. من فکر می‌کنم سیاست خارجی آقای ترامپ بالقوه بسیار خطرناک میتونه باشه. اینکه من از کره شمالی خیلی بیشتر نگران هستم تا مثلا بمبی که متاسفانه در افغانستان انداختن، برای اینکه کره شمالی هم یک رژیم غیر قابل پیش بینی است، بمب اتمی داره، یک رژیم استبدادی است، رژیم حتی شبه دموکراتیک هم نیست که نیروهای بنابنی بتونن کنترل بکنن، یه رهبر غیر معمولی در اونجا نشسته و بمب هم داره. سئول هم 40 کیلومتر از توپخانه کره فاصله داره، ژاپن زیر در واقع نگین حمله اونهاست، حمله موشکی اونها میتونه باشه، پایگاه های آمریکایی اونجاست. یعنی این بلوف زدن ها، اون که ما قایق فرستادیم، کشتی فرستادیم، ناو فرستادیم و بعد معلوم میشه که ناو اصلا نزدیک نبوده، این که ما این مسئله رو حل میکنیم معلوم نیست چجوری میخوان حل بکنن، اینها به نظر من خیلی نگران کننده است. و فکر میکنم خیلی ها در سیاست، صاحب نظران در سیاست خارجی آمریکا، از جمهوری خواها بگیرید تا دموکرات ها، از وزیر دفاع سابق آمریکا آقای پری بگیرید که اینجا استاد استنفورد هستن، همین دو سه روز پیش در CNN صحبت میکردن، همه خیلی به نظر من
الان نگرانی عمدهشون از این کره است و اینکه آقای ترامپ مبادا با یک حرف نامعقولی یا یک حرکت نسنجیده‌ای اون منطقه رو به یک جنگ بسیار گمانمن بالقوه خطرناک بکشونه. آقای دکتر میلانی، امروز آقای دونالد ترامپ صحبت کردن و مثل بار قبل که رئیس جمهور چین در امریکا بودن و خیلی تعریف و تمجید کردن، که این هم یکی از اون نکاتی بود که ایشون قبلا حمله شدید کرده بود به چین، ولی خب الان روش رو عوض کرده همونطور که اشاره کردید. تعریف و تمجید مجدد به دنبال یک سری مانورهای هوایی که چین داره در اون منطقه انجام میده و اینکه اظهار امیدواری که به احتمال زیاد چین داره کره رو مجاب میکنه که دست برداره از فعالیت‌های هسته‌ایش و در واقع اون خواست امریکا رو به یه نحوی قبول بکنه. به چه صورت می‌بینید این رو؟ جدیه یا این هم یکی از اون مسائلی است که باید منتظر باشیم ببینیم که به چه صورت در میاد؟ من فکر می‌کنم نفوذ کره، نفوذ چین بر کره در حدی است که اگر واقعا نظرشون است که برنامه اتمی کره رو متوقف بکنن به راحتی میتونن، برای اینکه اقتصاد کره، مواد غذایی کره تا حد زیادی محتاج کمکایی است که از چین دریافت میکنن و چین نه به نظر من میخواد که چنین به نظر بیاد که تسلیم شده در مقابل چه تهبیب چه تهدید آقای ترامپ و نمیخواد اون منطقه به جنگ کشته بشه. من خوندم این گزارش های مربوط به اون مانورهای هوایی رو، من متوجه نیستم که حداقل من نمیدونستم اون برای هشدار به آمریکاست یا هشدار به چینه، به کره است. من اینکه اگه بخوام به کره که هشدار بدن، احتیاجی به مانور هوایی نداره. من فکر میکنم اونا برای آرام کردن فضا این عمل رو انجام دادن. اونا اگه بخوان به کره بگن که دست بردار، فکر میکنم راه های خیلی صریح و سریع و قاطع تری دارن و فکر میکنم حتما بهش خواهند گفت که یه مقداری از این شیطنت هایی که میکنه دست برداره. من حدسم اینه که چینی ها از پشت این کار رو خواهند کرد، از پشت منظور از پشت درهای بسته است، برای اینکه نحوه کارشون اصولا اینجوری است و نمیخوان با آمریکا مواجه بشن، نمیخوان تسلیم به آمریکا بشن. فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی است. اون چیزی که آقای ترامپ سن در مورد کره و چین گفت واقعا شگفت انگیزه که در 10 دقیقه رئیس جمهور چین پیچیدگی رابطه‌اش رو با کره برای من روشن کرد. رئیس جمهور آمریکا که دسترسی داره به کلی اطلاعات و به کلی مراکز تحقیقاتی، چطور محتاج 10 دقیقه راهنمایی رئیس جمهور چین؟ اونم تازه اون تاریخ رو از منظر چین به شما میگه، نه از منظر کره یا از منظر بی‌طرف. هر حال من فکر می‌کنم سیاست خارجی آقای ترامپ هنوز شکل نگرفته، هنوز معلوم نیست که در چه جهتی میره و با اینکه 100 روز تقریبا گذشته از جهات مختلف حرکت های مختلف کرده، خوشبختانه تقریبا در تمام مسائل اون وعده هایی که میداد در دوران انتخاباتی اونها رو عوض کرده، برای اینکه وقتی که رسیده به قدرت، وقتی که گزارش از CIA بهش دادن، وقتی که وزارت امور خارجه گفته، وزارت دفاع گفته، مشاور امنیتی خودش باهاش صحبت کرده، فهمیده که اون شعارها خیلی قابل اجرا نیست. با چین نمیتونه آمریکا الان در بیفته. وضع اقتصادی چین، قدرت اقتصادی چین، نیاز چین به آمریکا، به بازار آمریکا، نیاز آمریکا به سرمایه گذاری های چین، خطر برخورد در منطقه، همه اینا بالاخره بهش گفتن که حرفایی که تو دوران انتخاباتی در مورد چین میزدی الان دیگه اینجا نمیشه زد. و تو همه زمینه ها این عقب نشینی ها آدم میبینه در جهت یک سیاست معقول تری، ولی گاهی چون به هر حال آقای ترامپ دیگه آدمیست که غریزی عمل میکنه، آدمیست که
حرفای تحریک‌آمیز میزنه، این حرفا رو میزنه، این عمل رو میکنه و بعد پیامدهای بدی داره. و میدونید مثلا نحوه صحبت کردنش در مورد بعضی مسائل واقعا دشواری ایجاد میکنه برای آمریکا. وقتی شما دیروز من میدیدم در مورد حمله به سوریه، میگه من با رئیس جمهور چین نشسته بودم، داشتم زیباترین کک شکلات جهان رو میخوردم و بهش گفتم که ما حمله موشکی به عراق کردیم. خانمه گفت منظورتون سوریه است؟ بله بله منظورم سوریه است. خب این میدونید این همه جا دارن پخش میکنن. دکتر ببخشید بین صحبتتون، تعدیلی در صحبتاش نمیبینید؟ خیلی یه عده معتقدن که یواشهاش داره وارد میشه به امور و داره متوجه میشه که اون چرا که در طی دوران مبارزات انتخاباتی مطرح کرده باید بذاره کنار و با واقعیات روبرو باشه. حتما حتما. من در سیاست خارجی داشتم صحبت میکردم، در سیاست داخلی هم این تعدیل رو شما میبینید. یعنی هر روز وقتی با واقعیات بیشتر روبرو میشه، مثلا گفتود من رئیس فعلی بانک مرکزی رو فد رو عوض میکنم، حالا تصمیم گرفته که نمیخواد عوضش بکنه. در مورد FBI خیلی صحبت های مختلف بود. در مورد بازسازی نظام اطلاعاتی آمریکا خیلی صحبت بود، میخواست یکی از شرکاشو بیاره بذاره رأس یه کمیسیونی که تمام سیستم CIA و اینها رو بازبینی و بازسازی بکنن. همه اینا از اینا در زمین سیاست های داخلی است. و گاهی هنوز این تویتراشو حساب های تویتریش کار دستش میده، ولی اونها هم به نظر من بهش گفتن باید کمتر بکنه و کمتر کرده. واضح الان خیلی کمتر وارد اون نوع مسائلی میشه که در مثلا 10-15-20 روز اول میشد. بله خیلی متشکرم. در مورد اشاره ای که کردید، امروز دوباره صحبتی بود راجع به همین مسئله قانون بیمه درمانی اوباما که داره سعی میکنه قبل از 100 روز، پایان رسیدن 100 روز که یه معیاری است که از نظر قانونی در واقع پایز اهمیت نیست، ولی به هر حال رعایت شده در امریکا از زمان نیکسون. میخواد ثابت بکنه که لااقل چند تا از قولهایی رو که داده عمل بکنه. یکیش هم همین بیمه درمانی است که بازم امیدی نمیره که با تغییراتی که دادن در اون طرح اولیه بتونه به جایی برسه. در این مورد اطلاع جدیدی هست حضورتون؟ منم تمام اون چی که خوندم حاکی از این است که نمیشه قبل از این 100 روز اون رو تغییر داد، برای اینکه خیلی از کسانی که پایه خودش بودند و بهش رأی دادن کسانی هستن که در این تجدید نظر از این قانون بیمه بیش از همه صدمه میخورن. یعنی نظر و کاری که دموکرات ها کردن، کاری که یه مقداری از چپی ها کردن، یک شبکه به اسم شبکه invisible، یه شبکه اینترنتی هست به شکل عنوان invisible، اینها از طریق کامپیوتر دارن با آدم های مختلف در سرتاسر آمریکا تماس میگیرن، مسائل مربوط به اون محله رو در اختیار اون شهروندان میذارن و از اونها دعوت میکنن که برن به این جلسات و با نمایندگان کنگره مواجه بشن. الان حتما دیدید دیگه در این چند هفته هر کدوم از این جمهوری خواها یا دموکرات ها میرن تو یک جلسه ای، ملت خوششون میکنن و اینا هم کسانی است که بلا رای دادن. بله آقای دکتر، از شبکه اینویزیبل خیلی کارآمد شده و خیلی از فقیرترین قشرهای جامعه که خیلی هاشون به آقای به خصوص سفیداش هم تقریبا همش 70%شون به آقای ترامپ رای دادن، و اونها خیلی صدمه خواهند دید از این ماجرا. من خاطر من بعید میدونم. البته این 100 روز هم همونطوری که گفتید، ببینید از مثلا 50-60 سالی است در آمریکا مد شده. من فکر کنم اولین چیز از دوران روزولت شده بود. بله بله. جالبی که تو ایران هم اینا هی از علیه غرب زدگی صحبت میکنن، ولی ولی همه چیزاشون از غرب تقلید میکنن. مناظره هم گذاشتن آقای دکتر، منتها گفتن مناظره رو اول ضبط میکنیم بعد ببینیم که میشه پخشش کرد یا نه. اینم بعد
کارایی که معجزه هزاره سوم آقای خامنه ای یعنی آقای احمدی نژاد، گل سرسبد کاندیداهای آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد در اون مناظره اون کارو کرد، من فکر کنم الان تصمیم گرفتن که مناظره را برش نظارت استثبابی بکنن. در همه چیز در ایران باید نظارت استثبابی باشه. آقای دکتر نظرتون راجع به فرصت خیلی کوتاهی داریم طی این 3-4 دقیقه که باقی مونده، اگر توضیح بفرمایید که نظرتون راجع به این انتخابات عجیب و غریب و هزاران داوطلب ریاست جمهور شدن چیه؟ به کجا میرسه این قضیه؟ من فهم کنم انتخاب جدی در واقع بین آقای رئیسی ملقب به آیت الله قتل عام، آقای گنجی این اسم روش داده و میدونیم اسمایی که آقای گنجی میده معمولا میچسبه به این افراد، و آقای روحانی است. به نظر من بقیه شون با قول خود اینا عددی نیستن، ولی با اینکه من فهم کنم احمدی نژاد یکی از فاجعه بارترین 8 سال حکومت در تاریخ معاصر ایران بوده و با اینکه فکر میکنم حتما باید تحت محاکمه قرار بگیره، ولی فکر میکنم رد صلاحیتش کار درستی بود. مثل اینکه آقای خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی بهش بگه که تو شرکت نکن و این کافی باشه که برای اینکه منعش بکنه از شرکت، این اصلا به نظر من از نظارت استثبابی هم غیر دموکراتیک تره. قبل از اینکه کار به اینجا برسه آقای خامنه‌ای باید اجازه میدادن این در دادگاه صالحه محاکمه میشد، قبل از اینکه به کار به اینجا برسه باید میذاشتن اطرافیانشون محاکمه میشد، قبل از اینکه کار به اینجا برسه باید میذاشتن کسانی مثل بقایی، کسانی مثل مشائی، کسانی مثل اون رئیس زندانی که واقعا 160 شرکت رو به آقای بابک زنجانی داد، اینها در یه دادگاه صالحه محاکمه میشن. اگر این اتهامات علیهشون دروغه بتونن از خودشون دفاع بکنن، اگر نبرن زندان و تون کارشون رو پخش بدن پس بدن. آقای خامنه‌ای نه اجازه میده اونها این تون جدی کارشون رو پس بدن و بعد پس از پنهون در یه جلسه خصوصی میگه و بعد این قوه هیئت اجرا کننده نظارت استثبابی هم همینجوری رد صلاحیت میکنن. من خیلی دلم میخواست میامن و میدید که رأی واقعیش چیه، میدید که اگر پول بیت المال رو پشتش نمیذاشتن، اگر سپاه پشتش نمیامد، اگر بیت رهبری پشتش نمیامد، اگر آقای خامنه‌ای نمیگفت که این محبوب ترین رئیس جمهور به منه، نزدیک ترین به منه، چقدر رأی داره. واقعا به نظر من این حیف شد، ولی خب دقیقا به همین دلیل که اگر می آمد و می باخت معلوم می شد که فتنه واقعی رو کی علم کرده، جلوش رو گرفتن. و تو این شرایط کماکان نگه داشتن خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی در زندان واقعا شناعت داره. یعنی وقتی که شما یک کسی که به این فضاحت خودتون رد صلاحیت میکنید، این افرادی که الان در حصر هستن مگه چی گفتن؟ مگه موسوی، مگه کروبی چی گفتن؟ شما الان خودتون 10 تا بدتر از اون رو دارید در مورد این شخص میگید، ولی بدون قانون، بدون محاکمه، بدون کیفرخواست، کسی که به قول خود شما، به قول به گمان من دروغ خود شما 15.5 میلیون رای داشته، 6 سال غیرقانونی حصرش کردید، همسرش هم حصر کردید، کروبی هم حصر کردید. شرم‌آور واقعا. بله آقای دکتر میلانی، بی نهایت سپاسگزارم از لطفتون. تا فرصتی دیگر که انشالله بتونم در خدمتون باشم، از جناب عالی خداحافظی میکنم. از همه استدام میکنم، از همه بینندگان گرامی سپاسگزارم که با ما بودید و تشکر میکنم از سپهر عزیز. روز و روزگار به شما خوش.